گزارش اخیر جاوید رحمان که در اون به اعدام‌های سال‌های 60 و قتل عام زندانیان سیاسی به فتوای خمینی اشاره کرده، ابعاد جنایت رژیم آخوندی در مورد مجاهدین رو در ردیف‌های نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت طبقه بندی کرده. همراه هستیم با آقای نصرالله مرندی تا در این مورد گفتگویی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مرندی و خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین بینندگانتون، و در خدمت هستم. خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین. آقای مرندی، گزارش جاوید رحمان با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. این واکنش‌ها از چه ابعادی برخوردار بوده؟ قبل از پرداختن به این، اجازه میخوام امروز 8 مرداد اولین روز اعدام سربداران در زندان گوهردشت بود. بله. در واقع اولین سری که اون قهرمانان امروز سر موزه بودن و تثبیت کردن، شهدای گرانقدری که امروز باعث شد قیام ما در 1401 بتونه شکل بگیره و امروز امسال همین نقطه بحثی که شما گفتی لازم نام ببرم از تکمورد از اون سربداران، حسین صبحانی، غلام رضا اسکندری، جعفر هاشمی، مهشید رزاقی و مسعود کباری و بسیاری سربداری دیگه که امروز سربدار شدن و ایستادن. و به طور خاص روزی بودی که ما روایت‌های زیادی از این سربداران تا به حال شنیدیم، از جعفر هاشمی که خطاب با یک خشم انقلابی به نیری، به رئیسی، به اون اشراقی و بقیه اون جلادان میگه اگر امروز میتونه دستم باز بود حتی شما رو اینجا به سزای اعمالتون با دندون ها میرسوندن، به این مضمون. و اون روز نماز جماعت میخونن این شهدا، تعدادیشون از جمله جعفر هاشمی و سربدار میشه. اما در نکته دوم، در رابطه با سوالی که مطرح کردید، قطعا ما میدونیم نزدیک هولوش 70 باره که به وسیله کارکردی که مقاومت ایران به طور خاص پرچمدار این جنبش دادخواهی که آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی بودن در مجامع بین المللی، این رژیم محکوم شد به دلیل جنایتی که انجام داد. و این نوع مخصوصا در قتل عام سال 1367، مقطعی که رژیم برای نسل کشی به نیت خودش از بین بردن عنصر مجاهد و مقاومت در ایران و در سرزمینمون بتونه جلو بره، دست به این عمل جنایتکارانه زد. تا به حال مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشر محکومیتی به طور گسترده علیه این رژیم داشتن که اون هم باز حاصل اون خونهای شهدا و کارکرد مقاومت ایران بوده. اما به طور خاص گزارش آقای جاوید رحمان یک سرفصل جدیدی بود. برای اولین بار آقای جاوید رحمان بعد از خانم عاصمه جهانگیر که قبل از آقای جاوید رحمان بودن، در یکی از گزارشاش اشاره میکنه به قتل عام سال 67، ولی آقای جاوید رحمان با یک کار گسترده و کار دقیق یک سرفصل جدیدی میاره که این میشه گفت در جنبش دادخواهی ما رو چندین مرحله به جلو میبره و به طور خاص موقعیت حقوقی و حقیقی که آقای جاوید رحمان داره به عنوان گزارشگری ویژه سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، که ما میدونیم گزارشگری ویژه رو خیلی به ندرت انتخاب میکنن، وضعیت وخیم جنایتی که این رژیم های دیکتاتوری به طور خاص رژیم جنایتکار آخوندی در ایران است، باعث شده که چندین بار انتخاب شده این گزارشگر ویژه. و آقای جاوید رحمان به طور خاص میاد به جنایت و قتل های فرا قضایی در دهه سال های 60-61 اشاره میکنه و در ادامش به طور خاص در 67 اینو جنایت، اینو نسل کشی مطرح میکنه، که ما شاید میشه گفت برای اولین باره که یک همچین گزارشی رو در این تو چه در رابطه با ایران چه در رابطه با سطح جهانی مطرح میشه.
به همین طبع هم هست تأثیرات خود این گزارش که اینجا میاد آقای جاوید رحمان تقریبا حدود 60-80 شاهد داشته، کار تحقیقی فراوانی کرده به طور گسترده از مدارک و اسنادی که سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت و مقاومت ایران تا به حال ارائه داده، سند آورده به طور گسترده با زندانیان هوادار سازمان مجاهدین و مجاهدین در اینجا به طور مشخص مواردی آورده و همچنین از مبارزین دیگه، باعث شده که تأثیر به سزایی بذاره و این رژیم رو در یک تنگنا قرار بده. شما اشاره کردیم که این عکس العمل های این بلافاصله ما میبینیم رژیم به طور گسترده تمام سایت های وابسته به رژیم، چه سایت های علنی چه غیره، میان موزگیری میکنن. حتی شاید اینجا لازم باشه من به یه نمونه اشاره کنم، در اسنادی قیام تا سرنگونی پخش میکرد، رئیسی جلاد و جنایتکاری که در 67 یکی از اساسی ترین نقشا رو داشت، در زمانی که به هلاکت نرسیده بود میاد به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات نامه میده و از اونا مسرن میخواست، چون که اون میدونست این گزارش آقای جاوید رحمان به هر حال در این دوران که ما الان داریم صحبت میکنیم بیرون میاد، که خواهان جلوگیریش بود. بله. چرا؟ چون که کلیت نظامو به محاکمه و به تنگنای حقوقی و قانونی خواهد بود، علارغم همه افشاگری هایی که تا به حال برای رژیم شده و در سطح جهانی گسترده تر داده میشه. بله آقای مرنده، شما از این میزان استقبال جهانی و واکنش های رژیم نسبت به این گزارش چه نتیجه میگیرید؟ این فرصتیه که ما مدیون خون اون شهدا هستیم، مدیون سربداران هستیم، مدیون زجر و شکنجه‌ای که این مادران دادخواه تا به حال داشتن، و به این بحثی که تا به اینجا رسید فرصتی پیش آمده رژیم رو میتونیم در این مرحله بار مسئولیت تمامی ما که برای جنبش دادخواهی و به طور خاص امثال خود منی که به عنوان یک زندانی بودیم در کنار اون سربداران زندگی کردیم و در دادگاه های از جمله دادگاه دشکیم حمید نوری که اون هم شکست رژیم و مزدورانش بود، تونستیم همه اینها سند بشه، حتی غیر مستقیم در همین اشاره هم داره میشه در گزارش آقای جاوید رحمان، ما رو میتونه برای تحت فشار قرار دادن این رژیم از نقض حقوق بشرش، همین عامل بوده که امسال ما میبینیم که قطعنامه هایی که در کنگره آمریکا داره در واقع صادر میشه، قطعنامه هایی که در پارلمان های اروپا صادر شد، بیش از 30 اشتباه نکنم 3000 پارلمانتاریست میان از قطعنامه 10 ماده ای خانم رجبی دفاع میکنن، 4 اشتباه و در کنار این بحث نقض حقوق بشر و حتی در سازمان ملل قبل از حتی این گزارش آقای گالیندوپول یک جای هم اشاره میشه قتل عام سال 67 موقعی که ما جنایت علیه بشریت مطرح میشه و نسل کشی مطرح میشه، فرصتیه که این رژیم رو بتونیم در این مرحله از لحاظ حقوقی و از لحاظ قضایی تحت فشار قرار دادیم که دیگه نتونن مماشاتگران از این برای رژیم فضایی ایجاد کنن. قطعا جیغایی که رژیم داره میکشه و به در و دیوار خودشو در داخل داره میکوبه، از جمله اون دادگاه قضایی که به اصطلاح خودش تشکیل داده چند ماهیه در ایران، این تمامی اینا از ضعف رژیمه، یعنی یک پرش به جلو بزرگ، یک فرصت استثنایی و یک سرفصل جدیدی برای مقاومت ایران، برای جنبش دادخواهی که فرشمدارش هم به طور خاص خانم مریم رجوی از 2016 به طور گسترده اینو در مجامع بین المللی و در هر نشستش داره مطرح میکنه. من اجازه میخوام یه تیکه از آخرین صحبت های خانم مریم رجوی بخونم که این من فکر میکنم خیلی نکات اساسی رو میگه. بله. نام مجاهدی در تاریخ معاصر پژواک نبرد آزادی و رهایی ایران از دیکتاتوری شاه و شیخ است. به همین دلیل همواره هدف کشتار و سرکوب بودند. همین روزها سالگرد قتل عام 30,000 زندانی در سال 67 است که بیش از 90% شان اعضای مجاهدین بودند. آنها قتل عام شدند
فقط و فقط به خاطر سر موزه بودن. اما موزه آنها چه بود؟ این اعتقادی که این همه خون به پایش رفته و میرود چیست؟ این اعتقاد این بوده و هست که رژیم ولایت فقیه باید برود و در ایران آزادی و دموکراسی و در ایران آزادی و دموکراسی و برابری برقرار شود. وظیفه ما سرنگونی این رژیم با کمک مردم و کانونهای شورشی و به پایان رسوندن عمر ننگین این رژیم جنایتکار. درود بر شما، خیلی متشکرم آقای مرندی، ممنون، به خصوص اینکه یاد کردین از شهیدان قتل عام 67 و امروز که شما فرمودین که در واقع روز آغاز قتل عام بوده و این هم واقعا حسن تصادفی هست که گفتگوی ما راجع به این گزارش و پیام خون اون سربه‌داران همزمان شد با روز آغاز پرواز اونها در سال 67 و قطعا که همه این گزارش ها و همه این تنین جهانی و پیشروی در واقع جنبش دادخواهی حاصل جوشش همون خون هاست. خیلی متشکریم از شما، براتون آرزوی موفقیت. البته در گوهردش روز آغازش بود، اوین اواخر تیر ماه شروع شد. بله بله. و تشکر از این متشکرم. تشکر از این فرصتی که به من دادید. خواهش می‌کنم. موفق باشید. خیلی لطف کردین. خدا نگهدار شما.